سوی آبها وطنم بود خاک قریب گم شده من خوابیده روی بستر تاریخ جاری میان روح و تنم بود بر آبهای ساحل نفتی درد خلیج فارسی من آغاز گریه می شد آنگاه تصویر خانه پدری همراه عشقایم میرفت در کشاکش امواج تا قلب کوچه باقی کانجا پر از شکوفه خورشید لبریز عطر لاسمنم بود آن سوی آبها وطنم بود شاید که در سپیده نیشابور بر برج یک رباط قدیمی لیلای سوگوار پیچیدگی سوانش در دستهای باد چشم انتظار آمدنم بود آبی که میگذشت از پیش پای من تصویر چین گرفتی تبعیدی را تا حوز خانه پدری می برد آنجا که مادرم سجاده را به روی سهر پهن کرده بود چنگی به آب میزد در موج موج آب میدید چهره ای قران نشان زخیشتن علی رضا نوری زاده دوشنبه 23 تیر ماه 14 ژوئیه روز مهم، روز مهم انقلاب کبیر، اینقد انقلابات تو این چارده جویه پونزه جویه. جویه. 14 ژوئیه در 15 ژوئیه، 20 ژوئیه، 28 تموز، 14 تموز، 14 ژوئیه روز انقلاب عراق بود. 28 تموز خیلی براشون مهم بود. 23 جون مصر بود هر جا نگاه میکردی توی این گرمای تابستان و وقتی که خیلی بچه بودیم ما هر تموز ناگهان مردی که قرار بود داماد خاندان سلطنتی ایران بشه یعنی بالا حضرت شهناز رو بگیره مردی که داییش جاش سلطنت میکرد و او اون گوشو کنار میپلکید مردی که پدرش رو انگلیس ها به این بهانه که این دیوانه است و حالیش نیست و سلطنت نمی برداشتن چون آدم مستقل ملی بود فیصل دوم مردی که پدر بزرگش فیصل اول بنیانگذار اراق بود در یک کودتای خونین به قتل رسید فیصل دوم جوانی بود تحصیل کرده سندهرس بریتانیا حالا پشت پرده این کودتای عبدالکریم قاسم و غیره خیلی مسائل است ولی قاسم جایگاه خودشون از مردم عراق هنوز حفظ کرده وزرایی که با قاسم همکاری کرده هنوزم تو عراق اعتبار دارن اون سه سال خیلی در عراق کار کرد بعد کودتای های شواف بود در شمال عراق و ناصری ها کودت با ناصر بد بود بعد عبدالناصر اومده بود اتحاد با سوریه کرده و به هر حال بودن قاسم سخت بود عبدالسلام عارف و حسن البک روی مجموعه شدن علیش کودتا کردن سرش رو بریدن ماه رمضان بود تو عراق بودیم تو کازمین تو هتل نشسته بودیم سرش بچه بودم سرش به دست گرفتن آوردن نشون این وحشیگری دیرگاه است در عراق ادامه داره کودتای فیصل خیلی شاه رو نگران کرد سالهای کوتاهی بود بعد از 28 مرداد و هنوز شاه اقتدار و اونچنانی نداشت در سال 1958 چنین حادثه پنج سال بعد از 28 مرداد چنین حادثه تکان دهنده بود سه روز و سه شب کودتاچیان آدم می‌کشتند فیصل مادر بزرگی داشت پیر که همسر فیصل اول بود مادر بزرگش بر سجاده نشسته قرآن به دست سربازای کودتاچی که وارد شدن با سرنیزه سینه این شاهزاده پیربانوی خاندان شریف رو سوراخ سوراخ کردن عبدالله رو به طریق بدی کشتن شاهزاده عبدالله که نایب و سلطنه اراق بود تا زمانی که فیصل به سن قانونی رسید به تازه چند وقت کوتاهی بود خود فیصل رو کشتن و وحشیانه مسلمی کردن تکه تکه که این از عادات اهالی اون منطقه است مگه با حسین چه کردن مگر با کربلا چه کردن اما وحشیانه ترین کارشون با نوری سعید بود حالا اراقی ها چراغ برداشتن دنبال نوری سعید و سال جبر رو محمد صدر رو اینا میگردن شخصیت هایی که اون زمان حالا چه چیزایی بهشون میبستن چه مرد بزرگی بود محمد صدر. نوری سعید موفق شده بود به گولیزه. در جای پنهان بود او رو دستگیر کردن اولا برای اینکه تأخیرش کردن گفتن چادر سرش بود مثل اینکه دار دستی آقای خمینی سید مصطفوی آقای دکتر بنی صدر رو میگفتن با چادر فرار کرد سیبیلش رو زد بزک کرد اینو برای در بچه های برای تأمین توکلی و هم اینو درست کرده بود او رو گرفتن بدون محاکمه وسط خیابون شکمش رو جر دادن سرش رو بریدن اعضا و جوارهش رو کشیدن تو خیابون اون تکه پاره جنازه رو به پشت جیب بستن دور شهر گردوندن در نهایت تکه گوشتی از نوری سعید باقی ماند که به خاک سپردن نوری سعید پاشا مرد قدرتمندی که میاد پیش رزاشا نگاه میکنه یه آدمی که خیلی شخصیت تو عراق جایگاهی داره انگلیس بهش احترام میذارن مثل قوام سلطنه ای ماست نگاه میکنیم به رضا میره بیرون به سفیر عراق میگه این مرد ستون قدرتمند و مستحکم اراده یک ملت یه آدم ملی است میره التماس میکنه رو پای رضا میفته قربونت کردن اگه من برگردم دست خالی پدرم رو در میرن بی آبرو میشم ای مرد بزرگ آبروی منه بخر چی میخوای؟ این سرچشمه ای رودخونه که از این نقطه میاد یه دو کیلومتر اینجا به ما بده ما آبرومون حفظ بشه برگردیم جاهای دیگه ما گذشت میکنیم رزاشا نگاهی بهش میکنه و بعد برمیگرده به شو کل ملک میگه برید بگید, بگید وزارت خارجه سندشو بنویسن این مرد از امروز به بعد میشه آدم ما اینجور با آدما برخورد میکردن تصویری دیدم از آقای صالحی یه نکته رو من اینجا بهتون بگم از زمان روی کار آمدن علی اکبر ولایتی در واقع به زد خارجه تا رسیدن علی اکبر ولایتی چند فصل داره فصول متعدد دکتر سنجابی یزدی کوتاه زمانی بنیسد صادق قطر زاده میر موسوی در زمان کوتاه بعد ولایتی میاد از زمان ولایتی تا امروز به طور قطع ما وزیر خارجه بهتر از علی اکبر صالحی نداشتیم علی اکبر صالحی ذاتن لیبرال مسلک ادا ممکنه دراره ولی طبیعت این آدم آزادی خواهد زبان عربی رو به خوبی بلده عرب نیست متولد بغداد و کازمین و کوچه پس کوچه های اونجا مثل نقدی و اینا نیست نه درس خونده دانشگاه رفته یاد گرفته انگلیسی رو خوب میدونه فرانسه هم میدونه اعتدال در منش و رفتارش است با یه دیپلمات عرب صحبت میکردم گفت درست آقای ظریف خیلی مدرن و معتدل و زبان خیلی خوب و اینا ولی آدم که صحبت میکنه این ایمیج رو این تصور رو یا تصویر رو در آدم نمیذاره که آدم با یه آدم صاحب موضع طرفه یعنی جمله رو براتون بخونم دکتر ظریف همواره قدردان حمایت رهبری هستیم اگر حمایت مقام معظم نبود هیچ توفیقی در مذاکرات هسته ای امکان پذیر نبود توفیق در مذاکرات هسته ای یعنی چی؟ یعنی ایران بی نشه جای حالا نظام البته الان باید گفت حق قانونی ما رعایت بشه مجازات ها هم لغو بشه این چه ربطی به رهبر داره آقای خامنه چیزی از اتم میدونه اگر آقا راجب سانترفیوژ چیزی میدونه اسم میاد میگه با 190 هزار تا سانترفیوژ میخواد آقا چیکار کره ما رو میخوای نیروگاه اتمی بذاری چه خبره با یه دونه این قرازه هزار کیلوواتی بوشهر 190 هزار تا اگر یک مشاور دور اگر همین آقای صالحی حالا برگشته به شغل سابقش رئیس سازمان انرژی اتمی معاون رئیس جمهور ولی به گمان من این آدم برای وزارت خارجه از همه اینا بهتر بود با خودش صداقت داشت دروغ نمی گفت جایی که میدونست نمیتونه جواب بده سکوت میکرد دروغ نمیگفت اگر ازش سوالی میشد و شنیدم یکی از کسانی است که علیرغم اینکه شغل مستقیمی در رابطه با سیاست خارجی نداره نامه ای نوشته با آقای خامنه ای و همینطور به آقای روحانی و تاکید کرده بر اون که حمایت شما از مالکی برای ملت ایران هزینه سنگینی خواهد داشت و در این حال این حمایت نفرت ملت عراق و اهل سنت رو در منطقه علی ایران فراهم خواهد کرد در واقع ایجاد خواهد کرد اینو نوشته خب جالبه علی اکبر صالحی چنین کرده علی اکبر ولایتی بود خیلی خوب بلد بود ملق بزنه یه دوستی داشت ولایتی دوست دوران بچگی اینا در رستم آباد بودن پدر ولایتی خدا رحمتش کنه مرد خوبی بود شیروونی درست میکرد تمام شیروونی های اون منطقه رو او درست کرد هر موقع اینا خراب میشد بارون میمد توفان میمد تیکش کنده میشد این مرد میرفت یه خونه نقلی هم در رستم آباد داشت یه حیات کوچولوی جلوش مرحوم محمود تاج بخش آهنگ ساز برجسته نوازنده درجه که ویالون و ستار از صاحب منصبان بزرگ بانک شاورزی و بعد آستان قدس که مرحوم ولیان او رو برد به مشهد همسایه بود صبح صبح بلند میشد این ویالون رو میگرفت و حیات یک ساعت ویالون میزد بعد میرفت ریش میزد و لباس میپوشید میرفت سر کار بانک شاورزی کمی که سن بالاتر رفت سفیدی ها آشکارتر شد برای تاج ستار رو به دست کرد تاج بخش ها بچه های رسلم آباد بودند در رستم آباد نزدیک خونه آقای ولایتی همونجا زندگی میکردن علی تاجبخش دوست من پسر مرحوم محمود تاجبخش درود بر او علی عزیز که در امریکاست علی و من خب هم کلاس بودیم و مدرسه با هم رفتیم یه سال و دبیرستان هدف پسر عموی داشت نام ما بهش میگفتیم همی من درباره این همایون بگم یکی از جالب ترین انسان هاییست که من در عمرم دیدم این مثل ماها در 12 سالش بود چند تا مزرعه نزدیک خونه شون بود میرفت گاو میزاوند گوسفن میزاوند این چیزا یاد گرفته بود تا 12 ساله یه روز بلند شدیم بودیم کلاس هفتم بودیم گفتن همی داره میره آلمان اه همی آلمان چی آره من باید برم من اینجا نمیتونم بمونم همایون پاشد رفت با تی, بی تی رفت آلمان صبح هم رفتیم با جعبه شیرنی راش انداختیم و خب خیلی زود بود یه جوون به اون سن و سال میرفت آلمان و رفت سالها بعد من دانشجو بودم لندن تا به سون میرفتم ایران رفتیم آلمان رفتیم جلو سفارت اتریش و اتریش رو باید ویزا میگرفتیم توی فکر ما فرانکفورت بودیم بله فرانکفورت بودیم همایون رو دیدم خیلی جا حالا همایون دامپزش شده بود و در آلمان ازدواج کرده بود و زندگی رو و خیلی جالب بود حالا قرض نمیده در اون رستم آباد منزل پدر مرحوم تاج بخش بود و خانواده همیشه اونجا جمع میشدن ما هم میرفتیم آقای ولایتی هم دوستی داشت به نام عباس که پدرش آخون بود و اینا با هم میمدن والیبال شرطی که تو کوچه بچه ها میزدن اینا هم میمدن عباس هم قدش بلند بود اسپکای معرکه آبشار به قول ما آبشارهای یک میزد بزرگ شدن آقای ولایتی پزشک شد رفت امریکا که تخصص بگیره که سریع انقلاب شد و ایشون هم بر دست آقای دکتر یزدی بود تو انجمن اسلامی و برگشت رفیق دیگرش رفت رشته مهندسی خوند حالا بعد از مدتی این رفیق آقای ولایتی میخواد وکیل مجلس بشه کسی رو نداره خب پدرش مرد محترمی بود ولی کسی به اون رأی نمیده چیکار کنیم عباس آقا پدرش چیکار است آیت الله ملکی حجت الاسلام ملکی رئیس کمیته شمران امام جمعه تعیین میکنه اشاره میکنه میریزن بیرون و خلاصه علی اکبر خان دست به دامن عباس آقا شد عباس آقا به پدر گفت و پدر بسیج کرد عوامل و آخوندها رو آقای ولایتی شد وکیل تهران در مجلس شورای ملی که اسمش شد اسلامی بعد از اینکه رئیس سنی دکتر صحابی کنار رفت و آقای رفسنجانی شد رئیس مجلس شد مجلس اسلامی به دستور سید روح الله آقای عباس ملکی بعد پا به پای رفیقش رفت چول. آقای ولایتی شد وزیر خارجه و عباس ملکی شد معاونش تمام این مسائل مربوط به کشورهای آسیای میانه و اینا اومد زیر نظر آقای ولایتی آقای ملکی خلیج فارس اینا و آدم بسیار جالبی قد بلند خیلی خوشتیب اومد لندن حالا چه زمانی بود؟ زمانی که بعد از جریان حج خونین روابط ایران سعودی هم خوب نبود و تازه کارایی داشت میشد من از شرق الوسط رفتم یه مصاحبه جانانه باش کردم یک صفحه ای. خیلی حرفاش تأثیر گذار بود و مسیر روابط ایران عربستان رو عوض کرد و جالب اینه عباس ملکی زمانی که میبینه سیاست خارجی داره طرف دیگه میره انقدر جربوزه داره ول میکنه معاون وزیر خارجه هست میتونه به یه گام دیگه وزیر خارجه بشه ول میکنه عاشق تحقیق درس خوندن پا میشه میره کولمبیا دکتراشو میگیره اونجا استاد میشه مثل امیرخان محلاتی امیرم پسر آیت الله مرحوم آیت الله آمجدین محلاتی بود نوه مرحوم محلاتی بزرگ و امیر خانم محمد جعفر محلاتی در واقع اونم استاد شد ریاست یدنماندگی نمایندگی ایران رها کرد چون همین جواد لاریجانی رفت علیش گزارش داد که این اونجا سکرتر بی داره حالا از این داستان و با آقای خمینی گفتن. آقای محلاتی هم رفت کولمبیا درس دادن عباس ملکی هم رفت اونجا و برا خودش یک اتوریته شد همینطور آقای محلاتی با این تفاوت که آقای محلاتی وقتی پدرش درگذشت رفت به شیراز مشاهده کرد که ای این همه موقوفه این همه مسائل باید حتما یکی در خانواده ملا باشد بنابراین امیرخان کرواتی فکولی در نیویورک داستان مرحوم سید حسن امامی امام جمعه تهران رو تکرار کرد اونیز اموش امام جمعه بود و وقتی در گذشت فرزندی نداشت ایشون که دکترای حقوق از سوئیس گرفته بود برگشته بود مراسم امام گذاران براش گذاشتن و شد امام جمعه تهران که تصویرش رو بسیار خوش بود همسر خارجی داشت یایتون از که در گوش شاه میمد دعای سفر میخوند اسم گذاری فرزندان شاه و در مراسم ازدواج مرحوم سیدزیایدین میرسکندری سردفتر بود امام جمعه میمد خطبه رو میکنم اینا رو براتون میگم یاداوری دلم میخواد بدونید هر گوشه اینا مهمه اهمیت داره نقطه ای از تاریخ ماست و آقای ولایتی هم از وزارت خارجه ورش داشتن یکی از بدترین وزرای خارجه این آقای کمال خرازی رو گشتن چرا؟ کمال خرازی به جبهه اصلاحات وابسته نبود تحمیلی بود در وزارت خارجه خاتمی او رو نمیخواست باشه خاتمی امینزاده رو میخواست که میتونست یه وزیر خارجه فوق العاده خوبی باشه آقای خامنه اجازه نداد خلرازی اومد که برادر زادش عروس آقا بود و بنابراین او رفت که همسر میسم خواهر صادق خلرازی پسر برادر کمال و آقای ملکی رفت آقای محلاتی اومد به شیراز امامه بر سر گذاشت و شد حجت الاسلام سید ج... محمد جعفر محلاتی حالا هر زمان در شیراز است ملبس به لباس روحانیت و هر زمان که به نیویورک می رود به قالب واقعیش در میاد که اون لباس آریتی است بر او چنان که بر تغیزاده و دشتی بود تغیزاده در دوره اول مجلس با امامه می آمد امامه برداشت یقه آروی کوتاه پوشید و کراوات بر زیرش و کلاه شاپو بر سر گذاشت دشتی نیز شیخی بود با امامه کوچک و شفق سرخ را با مقالاتش سرخ میکرد امامه برگرفت رفت کت و شلوار کراوات پوشید و کلکسیونر کروات تهران شد یک بار استاد احمد احرار عزیز مرحوم انجوی شیرازی و دکتر مزفر بقایی اینها در نزد آقای دشتی بودن. آقای دشتی اصال لطف کرده بود که این مقالات این پسری کی علیرضا نوری زاده رو من میخونم تو اطلاعات خیلی قشنگ مینویسه ما رفتیم و از استاد یک خودنویس گرفتیم یک خودنویس دیگه هم به من دکتر خاجه نوری داد این دو رو دارم به هر روی از کجا به کجا رفتیم و صحبت ها چه شد ولی اب نداره گاهی دادم در برابر این حرف و سخن باید گاهی اوقات سریع به گذشته بزن راجب روحانیت صحبت کردم راجب آخوندا روز پنج شنبه گذشته چهار روز پیش قاضی مو... محمد موحدی رو حتما میشناسید آقای بختیاری هم میشناسید رئیس زندان بود و وزیر شد و دادگاه ویژه سلام دادگاه ویژه روحانی هم. اینا میرن به زندان آیت الله برو بروجردی میرن تو اتاقش بعد از اون آتش سوزی چون خبر به ما رسید خیلی رژیم کلافه شد چجوری این خبر رو دادن چجوری دست اینا رسید ولی خبر دست ما رسید و پخشش کردی میرن سراغ بروجردی خبر رو چجوری دادی میگه به شما چه رفتی داره تو چجوری خبر خارج کردی همون ساعتی که آتش سوزی شد یه ساعت بعد اون نوریزاده ضد انقلاب داشت راجب شرف میزد به شما جواب نمیده نمیدی خب تو مرتدی مرتدی مهاربی و مفسد و فلعه تصمیم گرفتیم تو رو به بند سپاه ببریم بیماری قند داری دست سپاتو میبریم میگیم ناچار قند بود ما پاشو بریدیم تو ولایت حقه سید علی آقا خامنه ای رو نفی کردی این ولایت ولایت الهی است و از جانب خداوند این ولایت در قلب ایشون گذاشته شده مگه ندیدی که خواهرشون خواهر ناتنیشون از قول قابله مادرشون نقل کردند که ایشون وقتی اومد بیرون میگفت یا علی اینو نشیده آقای کاظمی بورژدی بورژدی میخنده میگه باشین بساتو جمع بکنید برید میگن نه خیر تو لباس پیغمبر پوشتی اما لباس پیغمبر آریتی است مال تو نیست تو شایستگی و لیاقتش رو نداری تو با یک مش بیگانه و ضد انقلابی مثل نوریزاده ها مثل چالنگی ها با اینا هم دست شدی و پوست تو میکنیم پدرت رو در میاریم اون میگه که همه اینایی که داریم میگی یه سی بهتون بگم این آدمایی که اسپوردیم انقدر اینا ادمای با وجدانی هستن که میدونن حتی حرمت برای دین قا شما چی شما آدمای های بی وجدانی که در خدمت قدرتین دین و اخلاق و وجدان خودتون رو به دراهمی معدود فروختید اینجورم آقای بروجدی به اونا پاسخ میده تو خبرها دیدید حتما شما که یک دادگاه در نیویورک خبر چند روز قبله به خاطر نقش جمهوری بلاد فقیه در کشتن تفنگداران 220 تفنگدار دریایی آمریکایی و افسر آمریکایی و 60 دیپلمات آمریکایی و کارمند محلی لبنانی و سوری و غیره این دادگاه برای دومین بار تشکیل شد دادگاه عالی و جمهوری اسلامی محکوم شد که یک میلیارد و 600 میلیون دلار باید خسارت بده و دادگاه این بار مستند به روایتی بود که بسیار مهمه علی رضا عسکری ملقب به رضا عساکر فرمانده وقت سپاه در لبنان تمام اطلاعات و دیتیل رو در اختیار دادگاه گذاشت بدون اینکه دادستان یا وکیل مدافع حق داشته باشن اسم او رو عنوان کنند چون از نظر قانونی کسی که در کشتن شهروند آمریکایی دخالت داشته باید محاکمه بشه اما او مطابق دیلی که با امریکایی بسته معاف از محاکمه هست بنابراین نمیتونستن او رو بیارن در دادگاه به عنوان شاهد مثل شاهد سی نبود آقای عباقاسم مصباهی او وزش فرق میکرد او با آقای تماس داشت آقای بنیسد هم گفت بیارنش اومد و اون حرفا رو زد که پوست رژیم رو کند ولی اینجا شاهد نمیتونه ظاهر بشه جزو کسانی است که دولت آمریکا هویت غیر قابل دستیابی به او داده و در نقطه با خانواده زندگی میکنه اما اطلاعاتی که داده او باعث محکومیت شد و این محکومیت قطعی حالا اپیل کردن چون وکیل داشته جمهوری اسلامی اما در نهایت مطمئن باشید راهش هم پیدا کردن اینکه بانک ملی ایران حساب داره از فرس یه بانک دیگه در امریکا و میتونن توقیف کنن درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم و به مسائل روز میپردازه با درود دوباره ترانه قشنگی بود از مسعود نازنی مسعود درویش و آن کس که شبی ترانش رو کشف کردم و به فاصله کوتاه خودش انسانی نازنین اخلاقمند و یه هنرمند واقعی و عاشق ایرانی یه تصویری می‌دیدم در جمهوری تاتارستان سه هزار نفر روزه گرفته بودند، افتار کرده بودند با آخونداشون و به هر حال مشغول نماز دست جمعی بود تاتارستان قازان این سرزمین های ما برای قفقاز اینا همیشه بخشی از ایران بود و رژیم بیلیاقت فتح علی شاهی گوین که عباس میرزای شجاع رو در مقام ولی داشت ولی در دست آخوندها در دو معاهده ننگین گلستان نخست و بعد ترکمنچای که تماما به دست آخوندا بود این ایالات را از دست داد و تفلیس امروز جزئی از ایران البته نه ایرانی که نایب امام زمان رهبرش همون بهتر که نباشن الان نکته دیگری که میخواستم بگم باز این اینا مسائلی است که باید روش تعمل کرد ملت ها به خصوص ملت هایی که از اقوام متنوع به وجود میان گاه فاصله زبان هست و گاه قومیت هست اخلاق هست عادات هست تاریخ هست همه اینا اما آدم احساس میکنه دفعه ای چجوریه چهار ایالت سوئیس یکی آلمانی زبان یکی فرانس زبان یکی سوئیسی زبان یکی ایتالیایی زبان چجوری در کنار هم به این زیبایی زندگی میکنه اون وقت در یه بلژیکی کوچولو که باز یه تفاوت زبانی فرانسه و فلمیش هست آدمایی که این ور خیابون این میشینه اون وره خیابون بلژه میشینه اون وره خیابون فلمیشه میشینه بعد اینا با هم دچار اختلافن میره بالاتر تو هلند میبینه عجب اختیار وجود نداره میاد میره هند پونصد و نوت تایفه بیش از دو سه هزار زبان چندین مذهب که بعضا ادعای مالک و رقابی بر جهان هم دارن اسلام مسیحیت یهودیت بودایی هندو سیکها گنجش پرستا همه همه هستن؟ با هم زندگی میکنن شیعه هندی درگیری با سنی هندی نداره سنی هندی مسلمون هندی مشکلی با سیک نداره سیک با هندو نداره یه جاهایی که بعضی ها میخوان به مذهب لعاب بزنن اختلافات ایجاد میشه مثل اون ماجرایی که یادمونه سرینگار و بعد ماجره کشش شدن خانم گاندی و داستانهای بعد از اون و پسرش راجیف و غیره اما میگاه میکنیم این وزیر هندی سیک میشه بعد رئیس جمهورش مسلمون میشه همه اون زاکر حسین یادمونه چه شخصیت بعدش راجندرا راپراسات اومد فرق نکه این ورد جواهر لعل نهرو بود او رفت کس دیگه اومد دخترش اومد خانم گاندی زن فیروز گاندی بعد او رفت نخص وزیران مختلف بود اما چون دموکراسی اصل بود دهانت را نمی بویند مگه مبادا گفته باشی دوستت دارن یقت رو نمی آقا تو به امام زمان معتقد نیستی پس گردن تو باید زد فیلم محمد رسول الله فیلم مهم اقاد این فیلم ساز برجسته سوری که در انفجار تروریستی هتلی در امان پایتخت اردن به قتل رسید فیلم عمر مختار رو ساخت فیلم محمد رسول الله که یادم اون زمان من دانشجو بودم اینجا وقتی فیلم اول اومد و اینجا توی سینمای در فولهام این فیلم رو دیدیم حقا میخوام بگم من تحت تاثیر قرار گرفتم صحنه هایش منو به گریه انداخت اون صحنه که بلال رفت بالا و عزان این فیلم رو بلن تو ایران بردن دوبله کردن همون جور که بود و نمایش دادن ما بعدا دوبله فارسیش هم تو ایران دیدیم عربیش هم من دیدم جمهوری ولایت فقیه اینو میاد در تلویزیونش پخش میکنه ها دیگه نمیشه و دست برد تو چرا در صحرای کربلا فرزندان علی ابن ابی طالب عمر و ابوبکر شهید شدن ولی اسمشون رو میذارن کنار جز هفتاد دوتن نمیارن فرزند امام حسن عثمان نمیارن اسمشو یه علی اصغر درست میکنن که بپوشونن علی اصغر واقعی رو چون اون اونیم که چون مادرش با خاندان عمر ارتباط داره علی دختر داده دختر گرفته برای پسراش به هر روی وقتی اسم فرزندان حضرت علی و امام حسین رو حذف میکنن چون عمر ابوبکر عثمانه دخترانشون اسم آیشه داشتن حذفشون میکنه معلوم فیلم هم که میبرن در دیدگاه تنگ نظرانه اهالی ولایت فقی و آخونداشون و حتی بزرگان حوزهشون ناصر عبال مکارم شکل فروش شیرازی یه موقع امید روشن فکران حوزوی بوده فیلم هم دارن عوض میکنن چکار میکنن؟ اونجایی که اشاره آیه هست صدیقت که با تو بود در قاره که بعد انکبوت آمد بسته شد به فرمان خدا موقع گریز پیامبر اسم رفیق و ور میدارن ابو بکر رو ور میدارن تو فیلم تو دوبله ور میدارن در فیلمی که اصلا قدیر خمی توش نیست قدیر خم درست میکنه موجزات جمهوری ولادت فقیه مگی نیدیم محمد مرسی تو تهران سخنرانی میکرد داشت اونجا صحبت میکرد اشاره به مسئله تروریسم و به غیره و غیره اسم بحرین رو گذاشتن تو ترجمه تو دهنش فکر کنید این رژیم که در برابر چشم جهانیان اینجور دروغ میگه میتونه در برابر ملتش راستگو باشه نه برای دروغ میگه من دو تا نکتر رو براتون بگم خیلی مهمه بحث مسائل عراق رو میذارم برای فردا چون داستان دیروز و مجلس و قضایه بعد از اون هنوز ادامه داره شرح کاملش رو میذارم براتون فردا در برنامه سه شنبه مفصل براتون بررسی خواهم کرد چون نیازمنده به همین سرعت نمیشه گفت در این نکته ولی ضروری است براتون بگم ببینید ماجرای مذاکرات اتمی از همون روزی که پیمان موقت یا اتفاق موقت یا توافق موقت به امضا رسید پایانش آشکار بود جمهوری اسلامی دستور بالا برد ناچار شد گزیری نداشت این یه میلیارد و 600 میلیون دلار که محکوم شده ده تا از اینا در گوش رو کنار جهان هست تکون بخورن میاد بالا و همون راحتی بنیاد علوی رو مصادره کردن بقیه هم مصادره میکنن ابا امامه هم مصادره میکنن پولایی هم که دوزیدن مصادره میکنن به هر حال کسی من گفت زن بن علی 28 میلیون دلار توی بانک تو لبنان داشت گفتم خب اون که زن بن علی بود فکر میکنی آقا زاده آقای مکارم شیرازی چقدر داره تو بیروت فکر میکنه بقیه این آخوندها چقدر دارن تو سوریه لبنان بانک علکی درست کردن که پولا رو بذارن از مالتا شروع شد رفت اونجا فتی شقاقی رهبر جهاد اسلامی اولین رهبرش در مالتا کشته شد اسرائیلیا کشتنش چون مالتا اومده بود پولا رو تحویل بگیره با هویت غیر واقعی اسرائیلیا شناسایی کردن کشتنش از مالتا شروع شد قسمت ترکنشین قبرس که نظارت بین‌المللی رو پولا نیست بانک در بیروت چون بعد دولت لبنان زمان حریری چون امضا کننده شفافیت بین بود ناچار بودن این بانک ها رو یه مقدار جلوشو بگیرن ولی سوریه هم چنان هست خب در چند کشور آفریقایی هم این کارو کردن بورکینافاسو در آمریکای لاتین اکوادور پولا میره اونجا عاقبت این پولا معلوم نیست پولای شماست میره اونجا اما مسئله مذاکرات اتمی اون 190 هزار تا سانتریفیوژ اینا داستان آقای خامنه ای رویا هاست که بعدا به کابوس تبدیل خواهد شد اصل اساس کار اینه یک ایران برنامه اتمی سریش رو متوقف کرد اگر دوباره بخواد اون برنامه رو احیا بکنه به قول دکتر تقیزادی یک سال دیگه باید تلاش بکنه تا به نقطه‌ای برسه که قبل از مذاکرات این یک دوم این که اورانیوم غنی شده 20 درصدی تغییر ماهیت داد 20 کیلو اندی که داشتن 100 مقدار اندی هم از بلاروس گرفته بودن روسیه سفید اینا همه تغییر کرد آب سنگین عراق به کلی زیر و رو شد سانترفیوش های مدرنی که برای قنیسازی 20 درصدی به کار می بودن در فوردو و یا در نتنز از رده خارج میشه و حتی حتی قنی سازی های پنج درصدی هم زیر سوال تمام درها به روی بازرسان باز خواهد شد بحثی که هنوز ادامه داره و تو این چند روزه قرار شد وزرای خارجی بیان بشه حلش کنن مسئله موشکای ایرانه مسئله تاسیسات تأسیسات نظامی ایرانه که حالا اینو میخوان برن اونجا بازرسی کنن چجوری اسرائیلی ها موفق شدن پیدا کنن که بیش از دویست و پنجاه کلاهک موشک های شهاب سه و سجیل در پادگان امام علی در خرم آباد انبار شده نزدیکترین نقطه به اسرائیل در عملیاتی که هیچ کس نفع بی چطور بود هواپیمای بدون سرنشین بود موشک راه دور بود هیچ کس نفهمید پادگان امام علی منفجر شد تمام کلاهک از بین رفت بعد گفتن کلاهک از بین رفته بدنه موشک ها در کرج در نزدیک کلش هست چکار باید کرد؟ انفجار دیگری در اونجا صورت گرفت بدنه ها هم از بین رفت کلیت ها کلیت ها هم از بین رفت میخوام بهتون بگم اینا ناچارن تمکین کنن خوشحال باشید دعا کنیم که این تمکین به صورت کامل صورت بگیره باز وسط را نخوان کلک بزن چون گریبانشون رو میگیرن این دفعه دیگه کلک زدن ممکن نیست این در مورد مسئله اتمی پس امیدوار باشیم روز بیستم یا قرارداد امضا میشه یا اگه نشه نه اینکه امضا نشه مذاکرات به هم بخوره نه یه تجدید مهلت کوتاه خواهند کرد که اون چند تا نکته روشن بشه جمهوری ولایت فقیه میگه آقا من که امضا کردم من که امپیتی رو،, رو پذیرفتم شما بیاین سانکشن رو همه رو بردارید یا میگن نه سانکشن که ما گذاشتیم به طور مجزا اروپا گذاشته اینا رو برمی‌داری اونم تدریجی به مرور نگاه می‌کنیم به عملکرد شما ما هم برمی‌داریم اما سانکشن که یو گذاشته سازمان ملل اونا به همین سادگی نیست منوط به اجماع بین المللی است اعضای دائم شورای امنیت باید موافقت بکنه اجماع بین المللی حاصل بشه بعد باز به مرور یعنی حداقل بین 8 تا 12 سال خب این راجع پرونده اتم میام روی سوریه سوریه در کجا ایستادیم چه اتفاقی تا... ما وضعمون چه جوریه در سوریه دولت آقای بشار اسد بعد از تجدید انتخاب آقای بشار اسد در یک انتخابات مسخره فرمایشی که بعضی از گزارش ها است که دوازده درصد توش شرکت کرد حالا آقای بشار اسد با حمایت حزب الله اصحاب اهل حق یه بخششون برگشتن به عراق سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سپاه قدس و اوباش دیگری از جاهای مختلف و یه مش افغانی هم و یمنی اینها هدفشون الان حلب در دمشق بخشهایی از دمشق دست اپوزیسیونه آنچه به عنوان ریف دمشق ازش یاد میشه صحرای مجاور دمشق تهران رو در نظر بگیرید فکر کنید اون اطراف کرج از اینور ملارد بعد از اون طرف برید امامزاد قاسم از اون یه طرف این جاجه رود از اون طرف دیگه برید مثلا اوشان و فشن بعد همینجور جنوب شهر برید مسکر بعد از این ور بر برید قل مرغی اینا رو در نظر بگیرید یه همچی وضعی در دو قسمت دست ارتش آزاده یه بخشش دست جبهه نصرت و داعش هنوز اینجا حضور نداره حلب دومین شهر شهر بزرگ قدیمی ارتش آزاد در یه بخش بزرگ از حلب در درون شهر است ریف حلب اما بخشی دست جپه نصرت و بخشی دست داعش یه قسمتی هم نیروهای دولتی هستند نیروهای دولتی جاهاشون رو گهگاه میدن به داعش که بیاد گروه های دیگر رو بزنه در دیر زور ارتش آزاد قدرت اول بوده داعش رو دستش رو باز میذارم میاد جلو بخشهایی از دیر زور رو میگیره مناطق کردنشین رو وارد میشه در مرزهای لبنان در اون قسمت قلمون و بسیاری از مناطق دست ارتش آزاد بوده حزب الله میاد با دادن تلفات سنگین به همراه سپاه قدس و ارتش بشار میان و قلمون رو میگیرن ولی ارتش آزاد دوباره زاهیه یعنی حوالی اون حومه قلمون رو پس میگیرن بلندی هایی که مشرف بر خاک لبنان هست بلدت ارسال و چند شهرک دیگه که از اونجا اپوزیسیون میتونه یه مقدار معونه یعنی نان و گوشت و گلوله و دیگه حالا هرچی اسمشو بذاریم از اونجا تهیه کنیم در مرزهای اردن آوارگان سوری از اونجا خیلی وارد اردن شدن یک میلیون آواره در اونجاست ولی در این حال بشار داره مزدورانش هم میفرسته ایجاد آشوب بکنه اردن رو به آشوب بکشه سفیر شاهای بهجت مصطفی بود مثل که یا چیز هم شبیه سفیرش اردن بیرون کرد به خاطر که خیلی آدم پر روی بود ناسزا میگو فوش میداد به روزنامه نگاران اردنی به آقای جوده وزیر خارجه حمله کرده بود بیرونش کرد سوریه میخواست مزدوراش رو بفرست قاطی اینا بشه ولی موفق نشد بنابراین در مرزهای اردن یه حالت تنش وجود داره رژیم سوریه الان از آنچه در عراق رخ داده داره سوء استفاده میکنه هواپیماهاش میره منطقه شورشیان رو میکوبه دست در دست جمهوری ولایت فقیه با هم این کارو دارن میکنه مخالفان رفتن در ترکیه ائتلاف نشستن خیلی آقای هادل بحر رو انتخاب کردن به عنوان رئیس اعتلاف به جای آقای احمد جربا. بسیار گزینش نیکو و بجایی بود و من از این بابت خوشحالم چون بسیار آدم حسابیه و قبلا براتون گفتم یک آدم لیبرال سکولار و معتقده که باید نیروهای اپوزیسیون با هم اعتلاف بکنن در برابر داعش و تندروها و رژیم سوریه حزب الله نیروهاشو به خطوط اول میبره خطوط الامامیه خطوط جلو روی روی مستقیم نیروهای سوری عقب میان چون از لبدانیا کشته بشن مگه در جنگ با اسرائیل همین نبود بنابراین وضع سوریه وضع آشفته بدی است آنچه در عراق میزنه میتونه در اونجا باستاب داشته باشه حالا بریم در عراقی که گفتم مسئله پارلمان و اتفاقاتی که اونجا افتاد سه شمه بررسی میکنم اما چند تا نکته رو باید بهش بگم پیوندی که کردها رو با دولت مرکزی با مالکی پیوند میده این پاره شده ولی این به معنای نیست که این پیوند با دولت عراق با کیان عراقی پاره شده وزرای کرد اگر از کابینه میان بیرون تحریم میکنن جلسات رو در اعتراض به موجودی است به نام نوری جواد المالکی شاگرد بزازی که به لطف دعای خیر ولی فقی و نادانی آمریکایی ها در اون موقع که فکر میکردن این بهترین آدمی شد نخست وزیر بعدم در 2010 با کلک و حق بازی حق نخست وزیری که مال دکتر عیاد علاوی بود گرفتن و باز به او دادن این مشکل الان بسیار مشکل اساسی شده و به نظر من حالا در فردا براتون توضیح خواهم داد که چشمنداز آینده چگونه خواهد بود ریاست مجلس رئیس جمهوری شد تکیف نخوص وزیر حالا طبیعی است نوری المالکی میگه من عبدیم من باید تو ظهور حضرت در دست در دست اربابم ولی فقی باقی بمونم من که نباید برم من در واقع منتظر ظهورم ولی تاریخ امثال مالکی زیاد دیده یه چیز بامزه دیدم دیگه جمعه نرسیدم بهش بپردازم این ظهور احمد جنتی بود این احمد جنتی گفت قربونش برم سن خدا رم پشت سر گذاشته تقدیر میکنه از اقدامات قوه قضاییه در برخورد قاطع با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری باور کنید در هر نظامی که اندکی وجدان زمیر و درایت داشت احمد جنتی باید به زندانی سنگین محکوم میشد این مرد خیلی آدم بی شخصیتیه بسیار اصلا اون اول آغاز انقلاب بسیار آدم بی این کرسی دبیر شورای که ایشون رو گذاشتن تو شورای نگهبان و عضویت در مجلس خبرگان و چند زهره دیگر این باعث شده که آدم اصلا یعنی آدم نمیدونه وقتی رعی 800 هزار رو در یه شهر باطل میکنه یعنی چی وقتی دو هزار نامزد اصلاح طلب رو باطل میکنید یعنی آش انقدر شده که سید علی آقا میفهمه خاتمی میگه آقا چی کار داریم میکنی میگه حالا 500 600 تاشون تایید صلاحیت بکنید سر, بکنی. سر انتخابات تو سرشون بزنید این آدم میاد میگه که رسیدگی به پرونده یکی از سران فتله که سه سال از دائم پر می شود و غنی پرونده را دارد با فشارهای زیاد عقب می افتد کیو میگه خاتمی به پرونده یکی از سران فتله اسم خاتمی که میدون اینا کهیر میزنن از خود سید علی آقا گرفته تا بقیه نوکرانش اوباشی از نوع جنتی و احمد خاتمی و این جماعتی که میدیم محسنی اجهی و و دیگران دیگه امثال اینها که ما نمونه هاشون رو بسیار دیدیم ایشون معتقدن که بله تاخیر در محاکمه یکی از فتنگران این اسباب انتقاده و میگه که باید سریعتر حکم ممنوع تصویر ممنوع الخروج و ممنوع بیان بودن محمد خاتمی رو قوه قضایی تایید بکنه که اون هم میاد میگه که آقا ما از این کارا نمی کنیم البته پور محمدی فقط میکشه میگه آقا من بگیم برم خاتمی رو بکشم چرا میگید ممنوع تصویر رو اینا بکنم که سر و صدا بشه من یه آدم کشتم چی شد از دخترمو خودم دخترمه خودم خانوم برقعی گرفته تا بقیه میکشم دیگه آقای جواد کریمی قدوسی ایشون هم که قبلا گفته بود بله آقای خاتمی به حکم شورای عالی امنیت ملی ممنوع تصویر و بیان و حرکت و سفر و غیره شده احمدی هم گفته نه ما رئیس شورا بودیم از این کارا نکردیم یعنی یعنی فرمان آقا بود آقا به ما دستور دادن و ما هم اجرا کردیم حکم حکومتی آقا البته ارجه بر همه احکام زمینی و آسمانی زمینی و آسمانی است و ما احکام زمینی و آسمانی برامون هیچی مهمتر از این نیست یه نکته جالبی هم براتون بگم سقوط صادرات نفت ایران بسیار وحشتناک بودیم حتی ماه به ماه گزارشی داده والسی جورنال که در ماه جوان به سطح اکتبر 2013 قبل یک ماه قبل از حصول توافق اتمی رسیده و صادرات روزانه نفت و میانات نفتی یک میلیون هشتاد هزار بشکه بوده که 26 درصد افت نشان میده گفت هر وقت اوضاع نفتی خوب میشه اینا پولدار میشن کپکشون خروس میخونه وقتی پولشون پایین میاد مظلوم میشن امام حسن وار به جستجوی صلح ایران سر بلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود باد علی رضا نوری زاده تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم